براه اندازی کارزار ملی نهال شانی با غرس این نهال زیر نام پیروزی و ترقی از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست. این اداره میگوید حفاظت از محیط زیست مسئولیت هم است و غرس نهال هم برای داشتن محیط زیست بهتر مهم و حتمی است. مقام های این اداره ما میگویند تغییر اقلیم در جهان سبب شده است تا افغانستان نیز با مشکلات محیط زیستی روبرو شود. با این حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست از سازمان های جهانی به شمول ملل متحد میخواهد تا پروژه هایشان در بخش محیط زیست را در افغانستان از سر گیرند. زموږ په حق لبندې یا د نور ادارو په حق لبندې چې هغوی ګټه یوازې انسانیت او انسانانو ته رسیږي، هغه پروژې چې دوی تعلیق کړي دي، چې هغه پروژې د تعلیق د اړخ څخه وباسي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان فضا د نورو هیوادونو د صنعت څخه خرابه شوې ده، نو دلته چې د دوی کومې پروژې روانې وي هغه پروژې دوی اوس په تعلیق په حالت کې اچولې دي او د دې ګټه یوازې ولس ته رسیږي. وخت ما زیرات ته رشد میتیم، کشوری خطه سرسد میسازیم، در بخش سرسدی کشور من تلاش میکنیم، همگی دست به یکدیگر میتیم، اتفاق اتحاد میکنیم و کشوری خدا به هر نگاه آباد میسازیم. زیرات ما رشد میکنه، ما خودکفا میشیم، به طرف خودکفایی میریم. اصویه شاروالی کابل میگوید بر کسانی که نهال‌ها را از بین میبرند جریمه وضع کرده است. آنان از مردم میخواهند که برای حفظ و نگهداری نهال‌ها با شاروالی همکاری کنند. این نهاد همچنان میگوید برای حفاظت از نهال‌ها 1100 تن را موظف کرده است. شاروالی کابل همیشه لپاره کوشش کوي چې د خپل ونو د کرلو سره د ونو حفاظت هم وکړي، چې تاسې دغه شنو وردیانو والا د شنې درویشي والا کسان په هر ګلدان کې په هر پارک کې او په هر لاره باندې ګوري چې دوی خپل خدمات ولس ته او د کابل ښار ته عرضه کوي. د اولمپیک او ورزش ادارې د رهبري په مرسته موږ د هر رسمي کارکوونکي لپاره دوه ونې ږدو او امید دی چې نورې ادارې او نور هم همدغسې کار وکړي او له خپلو کارکوونکو او ورزشکارانو څخه هم غواړو چې خپله هم په دې برخه کې کار وکړي. این در حالی است که کمپاین سراسری نهال‌شانی را شاروالی کابل نیز یک هفته پیش آغاز کرده است. مسئولان در شاروالی کابل میگویند که قرار است امسال بیش از 600,000 اسلحه نهال مسمر، غیر مسمر و گلهای زینتی در پایتخت غرس شود.